اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله الذي لا إله الله الحي القيوم ذا الجلال والإكرام وأتوب إليه. إلهي يا الله بحق الحسين عليه السلام إلهي الأف إلهي الأف إلهي شبهای ماه مبارک رمضان. اگه احساس میکنی نیاز داری ذکر رو بگیم، واسطه قرار دادیم آقامون امام حسین رو، عرض کردیم خدایا به حق آقام امام حسین ببخش من رو، خدایا به حق آقام امام حسین از سر تقصیرات من بگذر. لذا عرض می کنم یا الله به حق الحسین علیه السلام الهی الاف الهی الاف الهی بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن صلواتك عليه وعلى
في هذا الصائم وفي كل که برا سلامتی آقامون امام زمان دعا کردیم، لذا ما هم عرض می کنیم خدایا به حق آقام امام زمان قسمت می دم الهی الاف 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 اله. نقل شدم از حضرت موسی علیه السلام در کوه طور وقتی مناجات می فرمودن، عرض کرد یا الله، خدا رو هی صدا می زد با اسامی مختلف. یه وقتی صدا زد یا اله العارفین، ای خدای عارفان، جواب اومد لبیک. بعد از اون عرض کرد یا اله المطیعین، باز هم خدا جواب داد لبیک. در جواب این که فرمود ای خداوند اطاعت کنندگان. اما عرضم اول مجلس همین یه جمله است. موسی عرض کرد یا اله العاصین، یعنی ای خدای گناهکاران. اما این بار سه بار خداوند فرمود لبیک لبیک لبیک. حضرت موسی علیه السلام عرض کرد یا الله، حکمتش چی بود؟ این بار سه بار شنیدم فرمودی لبیک لبیک لبیک. خطاب شد موسی، عارفان به معرفت خودشون نیکو کارها به کارهای نیک و خوب خودشون و اون مطیعان به اطاعت خودشون اعتماد دارن و دست میگیرن و میان به درگاه من. اما موسی، بنده گناهکارم، جز به فضل من پناهی ندارم، اگه از درگاه من نامید بشه به کی پناه ببره، کجا بره، کسی رو نداره. لذا وقتی از زبان یه گناهکار بخوای بیای صدا بزنی بگی ای خدای گناهکارا، من سه بار لبی گفتم، لذا امشب عرض میکنم یا الله
يا إله العاصين يا إله العاصين يا إله العاصين يا إله العاصين خدا حقیرم را عرض می کنم یا الله نه این دوستان و خوبان رو با کول بار سنگینی از گناه آمده جز در خانه تو جایی رو ندارم اگه من رو نامید کنی به کی و کجا پناه ببرم یا الله آمدم عرض میکنم یا اله العاصین به فریادم برس یا الله تو خدای گناهکارا هم هستی یا الله تو خدای من بدم هستی یا الله امشب آمدم عرض کنم دستم رو بگیر به حق مولام امیر المومنین یا الله به حق امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام الهی الاف الهی الاف الهی الاف الاف دلها برای سوز دعا تنگ می شود دلها برای سوز دعا تنگ می شود یاد مجیر در دل ما تنگ می شود خدایا دو شب از لیالی قدر گذشت نکنه هنوز من رو نبخشیده باشی یا الله نکنه من جا مونده باشم از صف نیکان و خوبانت یا کریم این روزها به یاد خدا خوب گرفتم کم کم دلم برای خدا تنگ می شود رفقا دهه سوم ماه رمضانه چشمه هم بزنیم این ده روزم می گذره یا الله امان از شب اول قبرم اگه الان برای اون موقع ذخیره ای نداشته باشم چه خاکی بر سرم کنم لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله 20 روز گذشت روز 21م هیچی دست نیاوردم از کفم رفت نکنه این چند روز آیندم از کفم بره یا الله با امید اومدم امید دارم انشالله آخر مارم زون شده باشه یه چیزی کف دست این گدای بی نوا گذاشته باشی لا اله الا الله
باید به داد مرغ زمین گیر دل رسی. مرغ دل من در هوای نفسم اسیر شده، باید به داد مرغ زمین گیر دل رسید. دارد حصارهای بلا تنگ می شود، روز به روز گناه معصیت فریب دنیا و شیطان. خدایا این شیطان دنیا را بدجوری جلوه داده در نظر من، چه خاکی بر سرم کند. آمارهای معصیتم خجلت آور از خجالت می کشم، آمارهای معصیتم خجلت آور است. حتما که قبر بر تن ما تنگ می شود. خدایا از فشار قبر می ترسم، از عذاب قبر می ترسم، از سؤال و جواب شب اول قبرم هراس دارم. یا الله یا امیر المؤمنین، امشب آمدم عرض کنم آقا شما شب اول قبرم بیا، به فریادم برس، منور کن. یا امیر المؤمنین به فریادم برس. یا الله اما بمیرم، شب شام غریبان امیر المومنین. چه خبر خاله امیر المومنین؟ چی میگذره الان به دل یتیم های علی؟ لا اله الا الله، از علی بانگ اذان امشب به گوش ما نیامد، از علی بانگ اذان امشب به گوش ما نیامد. مسجد کوفه پر از جمعیت آم مولا نیامد. بریم در خانه امیر المومنی، نخل‌های کوفه می‌گریند و می‌گویند با هم، آن که بود از اشک چشمش آبیار ما نیامد. چه شبها و سرها در نخلستانها به طاعت و عبادت خدا پرداخت، چقدر در غم زهراش گریه کرد.
چقدر در غم غربتش اشک ریخت. شاه گوید شاه گوید من از آن مولا هزاران راست دارم. آقا میرفت درد و دلش رو با چاه میکرد. ای وای ای وای غریب علی 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 علی. شاه گوید من از آن مولا هزاران راز دارم، راز داره در میان جامعه تنال یامه. یا امیر المومنین مثل دیشبی دل بده انشالله به امیر المومنین، انشالله خدا آقا دستمون رو بگیره. موقعی که میخوان چشممون رو ببندن حضرت اجل میخواد بیاد سراغمون، امیر المومنین هم باشه بگه جونش رو آسون بگیر اجل. این محب ماست، این شیعه ماست. انشالله وقتی که میخواد نکیر و منکر بیان سوال کنن، امیر المومنین باز بیاد بگه ای نکیر و منکر، این شیعه ماست، این محب ماست، این پاروزه ما نشستش گریخته. مثل دیشبی امیر المومنین علیه السلام زخمی و مجروح در بستر افتاده بود، رنگ صورتش به قدری زرد شده که با رنگ زرد دستمالی که به سر آقا بستن قابل تشخیص نبود. مچای امیر المومنین دورش نشستن، امیر المومنین وصیت ها و سفارش ها رو کرد. آی بمیرم میفرمود بعد از من این امت بدکار، هرچی کینه از علی دارن بر سر شما خالی میکنه. اما بیشتر از همه سفارش آقا امام حسین رو به امام حسن میکرده. آقا عرض من این امشب یا مولا، بعد از شما چه بر سرم این حسین آمد؟ اما از اون لحظه ای که داغ یکی یکی عزیزانش و یارانش رو دید، لا اله الا الله. اما از اون لحظه ای که برادرش عباس آمد اذن میدان بگیرم، آقا فرمود عباسم مقداری آب برای بچه ها بیار. آقا ابوالفضل میگه رفت در این خیمه ای که خیمه مشک بود، دید این نازدونه ها بچه ها لباس های عربیشون رو بالا زدن، با شکم خوابیدن روی این شنهایی که نم داره برای این که آتششون کم تر بشه. لا اله الا الله. عباس رفت به سمت شریعت، مشک آب رو پر از آب کرد، برگشت عباس. اما اولا نجیم مردم کمیل گذاشتن تا آقا رو دیدن،
دست راست ابوالفضل رشید را از تن جدا کردن. صدا زد والله که دست راست من رو جدا کنید، از ولایت و سند از بر نمی دارم. مشک رو به دست چپ گرفته حرکت کرد تا این که نانجیب دیگری دست چپ آقارم قلم کرد. اما عباس عباس ناامید نشد، مشک رو به دل و دندان گرفته حرکت کرد. اما بمیرم بر اون لحظه ای که عباس از حرکت ایستاد. خدا امید کسی را ناامید نکنه. یه وقتی یک تیری آمد به مشک اصابت کرد و آب مشک ریخت. این همون لحظه بود که عباس ایستاد. اما نالجیب دیگری چشمی میگه تیری به چشم مبارک ابوالفضل زد. لا اله الا الله. این تیر به چشم آقا فرو رفته. بعضی جا نوشتن آقا میخواست خمش تیر رو در بیاره، با زانواش میخواست تیر رو از چشم بکشه. نالجیب دیگری با عمود آهنیل چنان به فرق مبارک عباس زد. روز خونا اینجور روزه ابوالفضل رو میخوند. هر کسی میخواد از بلندی به زمین بیفته، شاید برا من و شما هم اتفاق افتاده باشه. اولین کاری که میکنیم دستامون رو حائل میکنیم، نکنه با صورت به زمین بخوریم. اما بمیرم برا قمر بنی هاشم ابوالفضل، دستی در بدن نداره. با فرق شگافت مثل پدرش امیرالمومنین از بالای اسب چنان به زمین خورد. نوشتن این تیر تا پر، یعنی تا آخرین قسمت تیر به چشم آقا فرو رفت. همون جا بود صدا زد اخا ادرک اخا. اولین آخرین باری بود حسین رو برادر صدا زد. لا اله الا الله. میگه آقا ابو عبدالله آمد بالا سر عباسش، سر عباسش رو به دامن گره. آقا ابوالفضل در دامن آقا امام حسین جان داد. آقا امام حسین فرمود عباسم الان انکسر زهری، عباسم کمرم شکست. همه دیدن آقا ابی عبدالله برگشت، رفت سراغ خیمه ابوالفضل العباس، با زینب احمد تا صحبت نکرد. بیگه رفت عمود خیمه عباس رو کشید، یعنی آی زن و بچه برید آماده سارت جید. علم دارم رفت پشت و پناهم، عباسم رو کشتم. لا اله الا الله، لا اله الا الله. بمیرم برا آقا امام حسین، چی به سر آقا اومد اون لحظه.
اما یه نقلی رو بگم و التماس دعا، انشالله دارو شروع کنیم برگردیم به تشییع جنازه آقا امیرالمومنین محمد انفیم. پسر بزرگوار آقا میفرمایم به خدا سوگند میدیدم وقتی تابوت حضرت امیرالمومنین از کنار هر در و دیوار و عمارت و درختی میگذشت، همه اونها خم میشدند به جنازه ایشان، تعظیم میکردند و خشوع میکردند. اما وقتی برگشتن از تشییع جنازه، نزدیکای دروازه شهر کوفه کنار ویرانه ایم، یه بینوای بیمار و نابینایی رو دیدن، یه خشتی رو زیر سرش گذاشته و ناله میکنه. آقازاده های امیرالمومنین پرسیدن کی هستی تو؟ چرا اینقدر ناله و گریه می کنی؟ عرض کرد من یه غریب بی نوا و نابینایی هستم، نمونسی دارم نه غم خاری. یک ساله من تو این شهرم، هر روز یه مرد مهربان و غمخوار دلسوزی می اومد احوال من رو می پرسید، قضا به من می رسود. مونس مهربانی بود، ولی الان سه روزه که پیش من نیومده، از حال من جویا نشد. گفتن اسمش رو میدونی چی بود؟ عرض کرد نه نمیدونم. فرمودن آیا نپرسیدی اسمش چیه؟ عرض کرد چرا پرسیدم، ولی فرمود تو اسم منو میخوای چیکار؟ من برا خدا از تو سرپرستی میکنم. فرمودن ای بی نوا رنگ و شکلش چطور بود؟ عرض کرد من نابینام، نمیتونم ببینم، نمیدونم رنگ و شکلش چطور بود. فرمودن این شخصی که تو داری میگی، آیا نشانه ای چیزی از گفتار و کردارش داری یا نه؟ عرض کرد دائم زبانش به ذکر خدا مشغول بود. ای آقا وقتی که تسبیح و تحلیل میگفت، زمین و زمان در و دیوار با اون هم صدا و هم نوا میشدن. یا امیرالمومنین میگه وقتی آقا کنار من مینشست، میفرمود مسکینون جالسه مسکینا، غریبون جالسه غریبا، درمانده ای با درمانده ای نشسته، غریبی هم نشینه غریبی شده. آی بمیرم برا قربت امیرالمومنین. میگه آقازاده فرمودن اون مهربان ناشناختت رو ما شناختیم، اینی که تو گفتی بابای ما امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. میگه اون گدای نابینا از گرچی شده، چرا سه روز دیگه پیش من نمیاد این بزرگوار؟ فرمودن ای غریب، شخص بدبختی ضربتی به آن حضرت زد، او بزرگوار به دیار باقی شتاف، ما هم الان از کنار قبر اون میاد. میگه تا شنید این آقا از دنیا رفته،
اینقدر ناله جانسوز زد خاک زمین رو به سر روش میریم. عرض کرد من چه لیاقتی داشتم که امیرالمومنین سرپرستی گل من رو چرا کشتنش. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. اما بعد از امیرالمومنین خیلی ها تو کوفه یتیم شدن، نه تنها فقط آقازاده های آقا بودن که یتیم شدن، نه والله خیلی ها یتیم شدن تو کوفه. مثل امشبی خیلی از این بچه یتیما زانوی غم بغل گرفتن. دامن مادر گرفته گوشه ویران طفلی، گوید ای مادر بگو امشب چرا بابا نیامد. با صدای پای او لبهای ما میگشت خندان، چشم ما گریان شد و از اون صدای پا نیامد. نه دیگه علی نمیاد. رفته امشب جانب عقبا که زهرا را ببیند، زین سببان شهریار کشور جانها نیام. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الا لعنت الله على قوم الظالمین. یه دعا میکنم با همین حال خوش دامین بگو انشاءالله. الهی به حق فرق شکافته مولا امیر المومنی، به حق سوز دل یتیم های امیر المومنی، به حق سوز دل بی بی زینب سلام الله علیها. یا الله، اللهم اجل لولیک الفرج. خدایا فرج آقای ما صاحب از زمان را برسان. خدایا قسمت میدم به خود امیر المومنین علی ابن ابی طالب، بین ما ذریه ما و امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام و اولاد متنقرش علیه السلام در دنیا و آخرت جدایی مینداز. خدایا حاجات همه مسلمین، خیلی التماس دعا گفتن، سرطانی دارن، چند نفر التماس دعا گفتن. یا الله خیلی ها گرفتارن، مؤمنین مؤمنات. خدایا حاجت همه شون رو به حق امیر المؤمنین برآورده به خیر بگردان. خدایا شب اول قبر موقعی که میخوایم از پل صراط رد بشیم، موقع حساب و کتاب، آقا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام رو به فریاد ما برسان. زیارت قبور امه اطهار بالاخص نجف اشرف رو در دنیا، شفاعت این بزرگوارها رو در آخرت نصیب حال ما بگردان. بسم الله الرحمن الرحیم. افتتاح میخوانیم خطبه از طرف ذوی الحقوق ذوی القربا،
علما شهدا سلاساتید بلخص مرحوم آیت الله نجابت و دیگر اساتید پدران و مادران ما هر کس به گردن ما حقی دارد ولو به سلام و کمتر از سلام. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انی افتتح الثناء بحمدک و انت مسدد للثواب بمنک و ایقنت انک انت ارحم الراحمین فی موضع العفو و الرحمه و اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه و اعظم المتجبرین فی موضع الكبریاء و العظمه. اللهم اذنت لی فی دعائک و مسالتک فاسمع یا سمیع مدحتی و اجب یا رحیم دعوتی و اغل یا غفور عثرتی. فکم یا الهی من کروت قد فرجتهم و هموم قد کشفتهم و عثرت قد اغلتهم و رحمت قد نشرتهم و حلقت بلا ان قد فککتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محابده كلها العجمي نامه كلها. الحمد لله الذي لا مزاد له في ملكه ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته. الله الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده الظاهر بالكرم مجده الباسط بالجود يده الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيد كثرة العطاء إلا جودا وكرما إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير ما واجة بي إليه عزيمة وغناك عنه قديم وهو عندي كثير وهو عليك سهل يسير. اللهم إن عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وسبحك عن ظلمي وصدرك على قبيح أملي وهلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطئي وعمدي. أتمني في أن أسألك ما لا أستوجب منك الذي رزقتني من رحمتك وأريتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك فإن أبت عني أتبت بجهلي عليك ولعل الذي أبت عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. فلم أر مولا كريما أسبر على عبد ليم منك علي يا رب إنك تدعوني فأولي عنك
وتتحبب إلي فتبغض إليك وتتودد إلي فلا أقبل منك كأن لي التتبل عليك فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك إنك جواد كريم. الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الأسباح ديان الدين رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه والحمد لله على عفوه بعد قدرته والحمد لله على طول عناته في غضبه وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الأسباح ذي الجلال والإكرام والفضل والغنى الذي بعد فلا يرى وغرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له ملاذع يعادله ولا شبيه يشاكله ولا زهير يعازده قهر بعزة العظام متواضع لعظمة العظماء وبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أنادي ويستر علي كل هرة وأنا عاصي ويعظم النعمة علي فلا أجازي فكم من موهبة هنية قد أعطاني وعزيمة مخوفة قد كفاني وبهجة مولغة قد أراني فأنثي عليه عامدا فأثني عليه عامدا واذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويزع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الغاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وأمارها وتموج البحار ومن يسبع في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم
و یمیت الاحیاء و یحیی الموتا و هو حی لا یموت بیده الخیر و هو علی کل شیء قدیر. اللهم صل علی محمد عبدک و رسولک و امینک و سفینک و حبیبک و خیرتک من خلقک و حافظ سرک و مبلغ رسالاتک افضل و احسن و اجمل و اکمل و ازکا و انما و اطیب و اطهر و اصنا و اکثر ما صلیت و بارکت و ترحمت و تعننت و سلمت على عهد من عبادك و انبیائك و رسلك و صفوتك و اهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم وصلى على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين وصلى على سبتي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيد الشباب أهل الجنة وصلى على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي حججك على عبادك فأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وهفه بملائكتك المغربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعل الداعي إلى كتابك والقائم بدينك استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله مكن له دينه الذي ارتزيته له أبدله من بعد خوفي ابنان يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أزهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله
وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فأملنا وما قصرنا عنه فبلغنا. اللهم المن به شأثنا واشعب به صدعنا وارتق به فتقنا وكثر به غلتنا وأعزز به ذلتنا وأغن به عائلنا واغز به مغرمنا واغز به مغرمنا واجبر به فقرنا وسد به قلتنا ويسر به عسرنا وبيز به وجوهنا وفك به يسرنا وأنجه به طلبتنا وأنجز به مفائدنا واستجب به دعوتنا وأعطنا به سؤلنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا وأعطنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع الموتين اشف به صدورنا وأذهب به غيظ قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتزاهر الزمان علينا فصل على محمد وآله وإنا على ذلك بفتح منك تؤجله وبزر تكشفه ونصر تعزه وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللنا وعافية منك تلبسنا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات خاتمه.